آقا آقای امینی هستم. بگو چی شد امینی؟ تموم شد. چجوری؟ ظاهرا خودکشی. علتش شد سیانور خفگی، حقیقتش هم شد سم و تشنج. خلش دادم رو آب، صبح هم از رو آب و تمام. به این هم قبلا بهت گفته بودم ازت بعضی وقتا خوشم میاد. بله آقا. شربت خوردن داره. بله بچه اطراف مشهد بود. پرونده هم داره؟ پرونده که چی بگم، پرونده که نه، اینا تو همون مسجد که میرن چند تا سوال ازشون میکنن. میگم آقا نماز ظهر چند رکعته، نماز عشا چند رکعته، صبح چند رکعته، چی بلدی چی بلد نیستی. اونم میگه میکانیکم، بقالم، قنادم، همین. یه کاغذ هم میذارن جلوش پر میکنن، این میشه پروندهش. سوار اتوبوسشون میکنن، علی علی میارنشو اینجا، میگن این آقا میکانیک. خیلی دلم میخواد بدونم چی تو مغز این آدم ها میگذره. منم چی باعث میشه طرف بیاد همچین خیانتی بکنه و تازه خودش هم قربونی کنه. حالا چطوری پیداش کردید آوردیدش اینجا؟ میشناختینش یعنی آشناتون؟ بله پسر خالم بود دیگه، زنگ زدم خونه خاله اینا، گفتم گل پسر چیکار میکنه، گفت بیکار خاله. گفتم ای چرا بیکار؟ یه تو که با بروسی جبهه یه نمه خیانت کنه ببره بچه های مردم. از کجا میشناختمش من اینو؟ گفتم که همینجوری هم تا ازش گرفته بودم فرستادنش اومد اینجا. نه خب منظور اینه که از آسمون که یهو نیفتاده، بالاخره یکی آوردتش دیگه. چه؟ حالا فهمیدم، فتی قهر کرده بود از اینجا رفت. من داشتم رو آهو کار میکردم، فتی آوردش گفت این تعمیرکار و بلده و این کار رو دم دستمون باشه. آره فتی آوردش. شما حرف دلتو زدی سر حرف کنی که رو ورک کردی با ما؟ بفهم چی داری برقور میکنی با کی میگی؟ درست هم بزن اتفاقا میفهمم چی دارم میگم. همون این ببین شاگرد من هم میفهم این جوش میخواد میدوزنش من. نه بستنم هم چش دارم حواظ و ششتان بهش هست، یه سر نخواهی گیر آبادان رو سرمشی داشت. عجله نکن، بهت میگم به وقتش مطمئن که به شما به مود قسم جنازه شما نزون جاله باد. چه؟ چه؟ چی شد؟ مطلقا فکر بد پشت سر فتی نکنید، مطلقا. ببین همه این برابچه‌هایی که اینجا دست پرورده فتیان، یکی از یکی گلتر، حتی اون خلا هم خیلی بهتر از خیلی هست. بعد فکر نکنید بابا، ما باید نیروهامونو از آشناها و رفیقای خودیمون انتخاب کنیم. نمیشه همینجوری که سرشو بندازه پایین بیاد. آقا خودی و ناخودی نکنید دیگه، همه اینجا دارن زحمت میکشن دیگه. چپه حاجی پور، فتی الان کجاست؟ فتی این ساعت بله الان استخیش تموم شده، اومده بیرون داره آفتاب میگیره که بدنش برونزشه، آب پرتقال دستشه. کجاست بدبخت؟ داره تیغ آفتاب کار میکنه، یا زیر ماشینه یا رو ماشینه دیگه. من هنوز مطمئن نیستم، خواهین این بوده یا اونی که اینو کشته. شاید هم هر دوش. شاید نفر سومی هم باشه. آقا هاشم خط آزاد شد. دست شما درد نکنه.
الو. شما؟ سلام هانیه جان. سلام داداش، خوبی؟ خوبم قربونت. شما خوبی؟ خوبم. کجایی؟ مامان، خان جون، همه خوب؟ همه خوبن. دلم یه ذره قربونت. گوشی رو میدی آش خانوم؟ کی برمیگردی خان داداش؟ حالا صحبت میکنیم. گوشی رو بده آش خانوم. هاشم جان. سلام مادر. سلام عزیزم. خوبی شما؟ مادر خوبی؟ خوبم فداتون شم. کجایی مادر؟ کی برمیگردی؟ خوبم خوبم هاش خانم، شرمنده ام. خیلی وقت ندارم واسه تلفن. میخواستم یه خبری رو بگم بهتون. خبر چی؟ هاش خانم، اون قضیه بود که بابت پیگیریش برگشتم جبهه. حرف بزن. طوریش که نشده؟ نه نه، سر همون اتفاقی که واسه حامدمون. همون خرابکاری؟ بله هاش خانم. خوب. بله بله، نه برای همین تماس گرفتم. بالا راستیتش چطوری بگم؟ اونطوری که میخواستم نشد، یعنی دیر رسیدم هاش خانم. یعنی فرار کرد؟ نه 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 هاش خانم، نه فرار نکرده. اتفاقا عجل مولتش ندار. پس چی؟ والا نمیدونم، خودکشی کرده، حالا یه دشمنی چیزی داشته، خلاصه به درک رفت. یا سیاد ای بشر، چه با خودت کردی؟ جای حامد ما که معلومه، با شجاعت، با افتخار از هرچی داشت گذشت. هاشم جان، مادر از بچگی یادمون دادن بعد هیچ کس رو نخوریم، برای دشمنمونم دعا کنیم بلکه آدم بشه. هاشم من، به سلامتی برگردی. انگار قسمت مادر رو چشم انتظاریه و بس. ما همین الان یه خمپاره انداز بیاریم، اول باید در به در یه دیدبان بشیم که جهت بده، سمت بده، مختصات جغرافیایی ما بده، بعد آدم بیاریم که خرج بذاره، شلیک کنه. تانک که کارش ده برابر اینه. هاشم جان، برادر دشتی فرمانده خطه، جای حاج ندی اومده. خدا رو شاد، خدا بیام خدا رو شاد. آقا هاشم هم گل سرسبد تعمیرگاه ماست. آقا مخلصی اخویه حامد، انشالله خدا به فکر و بازود قوت بده. ممنون داداش، به زور نگرش داشتیم بهش میرفت. آقا جان، آقا هاشم، آوردن تانک عقب یه طرف، عملیاتی کردنش یه طرف دیگه. تانک نیروی متخصص میخواد، یه آدمی میخواد که گلوله گذاری بکنه، چجوری سمت بده، جهت بده، چجوری شلیک کنه، و الا میشه یه آهنپاره. یه وانت ارزشش از او بیشتره. آقا دشتیر، فرمای شما متینا، اما آقا همین خمپاره که میگین، روز اول که نمیدونستیم باید چطوری کار کنیم دیگه، یه دفعه اولی بوده واسش. تانک هم همونطوریه دیگه. حالا ما موتورشو فهمیدیم، اما یه دفعه اول داره که راش بندازیم بتونیم شلیک کنیم. نه؟ حرف شما کاملا صحیح، اما یه اگری داره. ببینم آقای یاسر، این قضیه نفوذی ها چیه؟ نفوذی داریم و نمیدونم چی داریم. ما کاکلمونشونه میکنیم، میفهمن که چند تا مو ریخته، چند تا سیاه، چند تا سفید. راستش مردم از همه جا دارن میان جبهه. تو این شرایط پیدا کردن خائن مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه میمونه. این که نشد حرف. حالا ما اومدیم، آدم آوردیم، آموزش دادیم، متخصص تربیت کردیم، تانک بردیم جلو، وقت عملیات لو رفت، انگار همه رو دو دستی تقدیم دشمن کردیم. آقا الان بریدن سیمای تلفن صحرایی هم مسئله شده، بچه های ارتش هم شاکی هم نمیدونن کار کیه چیه. آقا چی کار کنیم؟ بالاخره تانک بیاریم، تانک نیاریم، واسه این منطقه هم شده دستور چیه؟ ببین اگه براش نقشه نداشته باشیم همین نیاریم بهتره. آقا ولی اگه بود معطل میکرد؟ ولی میزد. او حاج ولی بود، ما حاج ایسام. ایساس؟ ما فقط دو تا چهار تا سرم میشه، همین. من یه فکری هم براش دارم. آقا جواد، واقعا تو فکری داری؟ آقا ایسا، من یه نقشه هم دارم.
عملیشه قطعیشه بهتون میگم. برادر من یه دو چارتا میکنم، بالا پایین میکنم، سبک سنگین میکنم، توی عتیقه ها رو از کجا پیدا میکنی؟ وقتی به تو که بهشم بر میخوره، مثلا همین پاشا، این چی بود درش داشتی بودی؟ پاشاره؟ بله. خب مثل همیشه رفتم دنبال نیرو، اونجا تو حیات اعزام نیرو بودم، یه دفعه اومد گفت آقا ما شنیدم دنبال میکانیک میگردی. گفتم خب، گفت ما میکانیکم همه چی هم بلدم. گفت تازه بجز این سیم کشی نمیدونم چه جلو بندی سازی لنت کوبی همه اینا رو بلدم. ما من خدا خواسته بود چه آدم فنی گیره ما اومده. تازه برگه اعزام داشت، برگه معرفی نامه چرا معرفی کرده بود برای تعمیرگاه. چه میدونم این مرتی که جوری عذاب در میاد. ولش کن دیگه. چطور دیدی نه حالا که دیگه رفت به درک اسفلاس فراموشش کن فتی. برس به کاره. این که تموم شد بازش کن برو ببند دیگه. آجی چی میگی سقط شد سقط شد؟ به درک سقط شد. ما اعتبارم رفته، آبروم رفته، شب و روز خواب ندارم. ای همش تو مخم دست این مرتی که. خواب نداری؟ برو پیش عباسی. عباسی کیه؟ اما اعزام نیرو دیگه قد درازه. بهش بگو حاجی پور سلام رسون، پرونده یارو در بیار ببینیم چی بوده، چی بوده، چی جوری سر کلاش اینجا پیدا شده. بهش هم بگو چه بدبختی این ما کش. استاد نزنید اصلا تو موتوره. الان برو. نه، پس فردا برو. برو دیگه واسطه اینجا. خدا خیرت بده. چیه؟ چی بود؟ چیام خاصی مدیونین اگر نگیم زرشک زعفرون هر چی خاصیم بگی من خودم واسهتون میفرستم. آقا آقا محسن جون آقا تو تانکم اون جعبه ابزار برزنتیه هر رو گلگی. بله بله شبیه تو تانک. آقا نوکرتم یه تو که پا بیا بالا شو اصلا لازم نشی جعبه ابزار بهتون بدم. کار دارم حسین. بیا آقا بیا یه نوکه پاشه اصلا لازم نشد جعبه بذار بیا بالا. بله نوکرم. بله آقا ما آمادم بریم مشهد ساکم بستم ساک شما رو بستم معطل نشید. ماشین سالار قصه هم دادم بچه ها سرویس کامل کنن عروسک شده دیگه همه چی هم برادرها خیلی اذیت شدن کلی باشون صحبت کردن اول راضی نمیشدن بعد راضیشون کردن کلی گریه کردن بیقراری کردن گفتن تو رو خدا نرین و اینا گفتم نه ما باس بریم ولی آدم های فهمیده و با کمالاتی هستن بعد درکمون کردن قبول کردن که بریم. گفتم ما اومدیم خرابکارو بگیریم که گرفتیمش یعنی قبل اینکه بگیریمش خودش خودکشی کرد. حالا بهشون قول دادم گفتم اگر خرابکار باز داشتین رو ما حساب کنین یه تیلیف کنیم ما اومدیم. حالا شما دست پنجولتو بشور که بریم تا شب نخورده. یا ماش دو کرم. چی میگی تو؟ کی؟ جمشید راست میگه این؟ نه 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 و نگمه شما الان نگفتی همچین؟ نه ما گفتیم هرچی هاشم آقا بگه. خیلی آدم هایی آقا زوکی خوبی هستی. آقا حق داره بنده خدا این مدت اینجا مزیت شده اونورم کلی کار داره. نوکر بسم الله داشت رایش کنیم بره. چی رایش کنیم بره مشهد؟ چش رایش کنین چی؟ شهرونده ها وقت شما رو گرفتیم گفتیم این جعبه ابزار رو ما برسون ما همون همین خودمون برمیداریم که مزاحم شما نشیم. آقا ملتفت نمیشم رایش کنین یا رایش کنین میکنن چی میگین شما؟ بفرستینش بره دیگه. آقا قیفیش دعای ما هم امرات. آقا من که تنهایی نمیرم نوکرتم خودت هم میدونی الان داری خودت نال الان داری حسین. آقا فقط نبینم دیگه این دورو برا نبینم چی آقا شما که میدونی من رفیق دیدی برا بزرگی تو میرسونم ولی من که تنها نمیرم الان داری میری تو تانک الان داری میری تو تانک بوش ندی من چی میگم الان رفتی تو تانک دی نفعی من چی میگم باشه آقا باشه 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 چی میگه نمیاد این مال منه بگیری من دارم برای همه تون دارم برو کنار برو کنار. آره همه تونو کنید دارم بسو بسه همه تون دارم برو کنار برو کنار. کجا داری میریم؟ به شما ایش رفتی ندارم دارم میرم سیمفانی میرم سیمفانی کنم همه میرم سریم شم برکم. آروم 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 شما همه تون نامردی همه تون من یک کنترم شما همه برو کنار دادم
به دلت بزنم آقا چند بریک بریک آقا حسن دم دژبانی دو تا خانوم بودن یکشون با شما کار داشت بکنه اسمش مرضیه بود آقا حسن دم دژبانی یه خانوم اومده بود با شما کار داشت اسمش گفت مرضیه از فامیلیش رو یادم نیست فامیلیش مهم نیست خودم میدونم دژبانی همینجا یا منشه آره همینجا جلو در بود اینو بگید نوکر دمت کن بیا نوکر ببخشی بیا ادبی کن ببخشی یه ماشین به من بدی یه ماشین کجا رفت؟ اشم اومده اشم اومده زرم اومده آجی یه ماشین به من بده آجی یه ماشین به من بده آجی بیا بابا برام افسردگی گرفته برادری سه ماه رفته اون جلو هیچ خبری ازش نداری برادر جنگیه نظامیه برادر برادر دارم خواهش میکنم برادر نظامی هم میتونه تردد اونم فقط با کار تردد خواهرم الان به آقا سنم گفتم فقط با کار تردد اونم نظامی ها فقط اوش بده سه ماه ادامه دارم من ازش دارم خواهش میکنم من دیگه روز اجازه دارم من دیگه ناهم دارم زیر بوم موشک من خانه رو خالی کردم خالی از سرکنه سنده پیش کرده رفتن از اینجا نمیشه برادر من همین الان گفتم تو خود زن و بچه نداری فقط نظام مگر زن و بچه نداری گوش بده زن صاحب شده نمیشه زمان دارم ازش هیچ خبری نداری معلوم نیست کجا بعد نمیشه آقا نمیشه من اینو هم نظام فقط منطقه نگاهی رو از اون یه کار فراد و فهمیدم شما من کارت سر در خونه بالا کجا بود قلبم حسن چطوره؟ نوکرم خوش اومدی چی شده؟ خاله این میخواد بره شهید شه کی؟ خاله به خدا محسن میخواد بره شهید شه چی میگی مرزم میخواد کی میخواد شهید قراره شهید بشه؟ سلام خاله نوکرم سلام چی میگی کی قراره شهید شه؟ آقا محسن تا جایی که من آقا محسن رو میشناسم حالا یه خال روش نمیفته این لباسارم پوشیده میخواسته جلوی تو قیافه بگیره حالا میگم آقا محسن نمیشد یه لباس دیگه بپوشی دل مرضیه نلرزه حالا تو من کت شرب پوشی نیومدم جنگ اومد بچه من اینجا مهندس رو هستم تو رو خود راست میگی؟ مهندس؟ مهندس چی؟ مهندس سیم
سیم آها مهندس برق. برقم هر چیزای دیگه هم کلا صدا میکنه مهندس. به خدا من میدونستم آخرش یه چی میشی آقا محسن. نوکرت همه زورم زدم یه چی بشم تو رو سربلند کنم. لای شکر. میگم آقا محسن ماشاءالله ماشاءالله با این رخت و لباسات خیلی قد بلند شدی ها. اومدم جنگ قد کشیدم بزرگ شدم. خوشونت ده. خوبه به میاد. خیلی ماشاءالله. خودت خوبی؟ خوبم. بیانم برات این نداشتم. نمیتونه خیلی خوشحالم اینجا. به خدا میدونستم ببینی من خوشحال میشه. کی بهت گفتش بیا اینجا؟ آه تو اگه مرد نداری که ازش رخصتی چیزی بگیری بعد پاشی بیه تیم بیا بودی نداری؟ من مردم؟ دور از جونتون. دور از جونتون نداری؟ نمیتونستی دستخطی چیزی بنویسی واسه من بهت بگم پاشو بیا پا نشو بیا؟ نمیتونستی؟ آقا محسن ببخشید. بله رخصت شما اینجا از خودتون خونه دارید؟ خونه؟ خونه چیه؟ خونه نمیدونید چیه؟ آه خونه کجا؟ اهواز. خونه اینجا اصلا خونه به درد نمیخوره اونم تو اهواز. همین خونه هایی تو اهواز هستم دارن تفلکی ها میزنن دونه دونه. بچم خونه آقاش که هست نهی توفیری میکنه خونه من باشه خونه آقاش. زن باز خونه باشه همین. یه زن تک و تنها تو خونه بمونه که چی؟ حرفا میزنید شما؟ حرفا رو شما میزنید خاله. یعنی که چی؟ مگه بقیه چی کار میکنن؟ خب جارو کنه، غذا بپزه، خونه رو مرتب کنه، جلو در منتظر باشه تا من بیام. مگه قرارمون این نبود؟ بله. مگه قرارمون این نبود که جلو در منتظر باشی تا من بیام؟ چرا میخندی؟ چرا میخندی؟ گفتم قرارمون بود آقا محسن. بله. پاشو جمع کن بریم. کجا؟ اهواز. اهواز واسه چی؟ من پسرموم دکتره. بابا چقدر خوب. خوب شما رو یه ویزیت کنه ببینه حالت خوبه. خیلی ممنون دم شما گرم. من حالم خوبه؟ الان حال من بد شد؟ یعنی غیرت نشته باشم حال من خوبه الان حالم بده؟ آقا محسن زشت انقدر داد بیداد نکن. زشت چیه؟ حتی خب... میزنی؟ صدا تا انداخت سرت. من اصلا اومده بودم بگم که من دیگه مشهد نیستم. اه به سلامتی کجایی؟ اینجا. میگه اینجا. خب معلومه اینجایی. اونجا نیستی اینجایی دیگه. اینجا نباشی اونجایی. نه من دارم اهواز زندگی میکنم. اهواز واسه چی؟ پیش خاله. دوزیر اهواز پیش خاله زندگی میکنی؟ واقع من که شوهرتان نباید بدونم. تو قرار نشد پا تو از اون خونه بیرون نذاری؟ یعنی حرف من دو هزار ارزش نداره؟ سیس سیس نکن دم شما گرم خاله. خیلی ممنونم. این رسم امانت داری؟ من این دختر نخ بردم به شما گفتی خیالت راحت باشه آقا محسن برو نگران نباش. خیلی ممنونم. چرا داد میزنی؟ صدا تا سرت من چیکار کرده؟ نگرانت بود آقا محسن اومده شوهرشو ببینه. نگران شد؟ تو اومدی شوهرتو ببینی؟ آره اومدم تو رو ببینم. آره؟ بله. خوش اومدی شدید اومدی خیلی زوخ کردم اصلا رو پام بند نبودم نفهمیدم چجوری خودم رسوندم اینجا به تو. خدا راست میگی. آره خوش اومدی. نوکر دارم بباشی. ما اینجا نگه تو جنگی صدا به صدا نمیرسه باید بلند داد بزنیم بلند حرف بزنیم عادت کردم دیگه ببخش. اشکال نداره آقا موز. نوکر کی برمیگردی خونه؟ برنمیگردی. آه؟ بر نمیگرده. بر نمیگردی؟ چی میگه خاله؟ مرزی همینجا میمونه. مرزی خدافزی کن بریم دیر شد. چه خبره اینجا؟ میام میریم با آدم حرفی نمیزنیم. آقا محسن من در رستوران همین جوری بستم به امان خدا. چهار تا مشتری میاد میبینه در بسته است بده دیگه. ما باید زودتر بریم. بریم. رستورانتون اهواز کجاست؟ اهواز روبرو بیمارستان کنار مخابرات. روبرو بیمارستان کنار مخابرات که یه دکه فلافل فروشی. آره همونه دیگه. آه دیدم رستورانتونو.
هر موقع مرخصی گرفتید اومدید اهواز قدمتون سر چشم. همین الان میام. الان؟ آره دیگه. مگه الان مرخصی دارید؟ من اولش هم مرخصی داشتم. خودم بچه‌ام مرخصی داشتم. آقا هاشم آوردم هر وقت کار داشتم بذارم جا خودم برم به کارم برسم. خب بریم دیگه. چرا از اون موقع هیچی نمیگید؟ ما با اون ماشین از اهواز اومدیم. الان باهاش برمیگردیم. آقا صبر کن. آقا صبر کن. آقا وایسا داداش بفرمایید. بفرمایید. زن خاله. بفرمایید. دمت گرم داداش، بفرما. آخه ما با شما برمیگردیم. دم شما گرم. بفرما. یا الله. بفرما. آقا جواب. گل گلاب آقا هاشم. خوش اومدید. یالا بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. چه خبرها؟ همه چی ردیف؟ شیری داروبا پلنگ ماشاءالله. ما بینه دیگه، بالاخره داره راه میفته. خب کارو به کجا رسوندید؟ بالا آقای سبین، این موتوریش شبیه نفروره، بعد موتوریشو مشکلش حل کردم، یه مشکل پمپ هم داشت، اون مشکل حل شده، الان موتوری داره کار میکنه. گیربکسش هم چک کردم، رو به راهه، یعنی راه میتونم ببرمش، اما این برژکش هم فقط دستی میتونم تکون بدم، یه چیزای الکتریکی و اینا داره، من سر در نمیارم، یعنی واسه نشونه بگیرن و هدف بزنن و اینا شده دیگه یه اوستا خودشون. خب اصلا کلن فکر میکنی چقدر طول بگشه تا کاملا بهش مسلط بشیم؟ والا مسلط شدنش یعنی که باید یه چیزایی امتحان کنیم، بعد کار من نیست، یعنی هی باید امتحان کنم ببینم میشه نمیشه، یه چند ماهی دیرش میشم. اگه میخوای بریم سراغ ارتش از اونجا کمک بگیری؟ تانکای عراقی ها روسی هن برادر من، تانکای ارتش انگلیسی و آمریکایی چه ربطی بالا امتحانش که ضرر نداره. آره با عجیب. آقا به هر حال تانک دیگه، یعنی حالا یه افسری چیزی بیاد بفهمه میگه برقی اینا یه شباهتی داره، راه میندازه این. لا 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 هاشم جان، بنز با پیکان یکیه، اون مدل خودش، این مدل خودش. آقا میکانیک باشه، اگه قضیه میکانیکی باشه به هر حال یه چیزی میخورونه، یه قطعه یه چیزی. خب باید بریم سراغ کسایی که با این تانکا کار کردن. آقا یاسه اهواز زرهی دارن ها؟ اهواز آره داره. خب لشکر 92 کسی میشناسه اونجا؟ من همه جا آشنا دارم غیر اونجا. چی؟ میخواین زنگ بزنم به بابام ازش کمک بگیرم ببینیم آقا تو ارتش آشنایی چیزی داره یا نه؟ آقا تانک داره؟ نه ولی میگم شاید آشنا داشته باشه بتونی یه کمکی به ما بکنه. آشنا تانکی داره زنگ بزنه. آره همه یارو حتما ما تانک سر در بیاره، میدونی یعنی آشنا اینطوری داره. بابا ببین جواد، یه اسیر عراقی گرفته بودیم راننده تانک بود. کجا رو میگی؟ تو مقر سفیر شهادت حاج ولی. خب آره آره یادم اومد. یادت میاد اون که مدارکشو گرفتی؟ افسر بود. متخصص تانک بود. اون کجا فرستادید؟ الان باید تو اردوگاه باشه دیگه. حالا از هر جا سب کنم. آیا سر یعنی الان ما تانک عراقی ها گرفتیم، بعد افسرش هم بیاریم بگیم اینو راش بنداز ما بریم عراقو بزنیم؟ آقا یه چیزی میگه الان من و شما رو بگیرن اونوریا بگن یه پیش صفر کن صفر میکنیم، نمی کنیم دیگه. بابا امتحانش که ضرر نداره هاشم جان، بیاریمش خودمونم بالا سرش هستیم دیگه. حالا پیداش کنیم راش هم اون وقت پیدا میکنیم. در صورت از ارتش هم میتونیم کمک بگیریم. حالا من زنگو میزنم. آره اونم سر جای خودش. راستی تو اهواز اردوگاه اسرا داریم؟ داریم. کسی اونجا میشناسی؟ آره بابا اتفاقا رئیسش رفیقمه. پس حل دیگه، تمام ماشین پاشیناشونو میارن اینجا، ما ردیف میکنیم میدیم میره. فقط یه چیزی، اگه این وسط اسرا رو نبرده باشن شهرهای دیگه. حالا ما پیگیری میکنیم، شاید پیداش کردیم. خب پس معطل نکنید دیگه، پیگیر شد. دست یالی یالی. آقا من چیکار کنم الان؟ به برجکش اینا رو روبرا کنم دست بزنم یا نه؟ فعلا کارتو متوقف نکن. آره بابا خیلی خوب همزمان اینا رو هم پیش میدو. دست قرارگاه رو بگیر. با
حاجی پور چرا نشستی؟ چی باقی؟ اردوگاه رو پیگیر شد. فاتح ولی سلام علیکم برادر، خدا قوت. برادر یاسر میخوام با فرماندهی صحبت کنم، گوشی؟ شما بفرما مخابرات. یای سلام آخری. ممنون. ضرور بود یه سری سلاح سنگین واسه ما بگیری. توپ 105 و 155 قرار بود از ارتش پیام بگیری. چی شد؟ اگر رد خارجم باشه ما ازش کار میکشیم. کمپاره 81 چی؟ خب آخه ما اینجوری بس. خب پس ما با چی بجنگیم؟ حداقل موشک آرپیچی برامون جور کنیم. تفنگ 106 چی؟ یه دونه حداقل برامون گیر بیاری. خدا اینا این وضعیت ما رو بفهمن دمار از روزگار بچه های ما در میارن. آقا فتی ببینم همین اینو ببرد نقرهش کنم ببینم چی کارش میکنی. خط تمیز چی شد؟ هیچ خبر ازش نیست. رفتی پیش آقا عباسی؟ ها بابا از صبح تا تمام پرونده رو زیر رو کردیم. خب هیچی دستگیرمون نشد. یعنی چی؟ عباسی میگو اصلا همچی اسمی وجود نداره. به درک اسفل از صافلین حالا که مرد و رفت ولش کنید. میگم این سی مرغ رو بچه ها سر در نمیارن. خودت برو ببین یه دستی بزن. همین چه درک حجی آبرو حسیت رو رفته. ولش کن. چیه؟ امین کو؟ آه خودم گفتم بره نقره کن. امین خیلی قشنگه. حالا میام اینجا رو با هم میگردیم. این حس مسئولیت پذیری شما برای من قابل احترام. نوکرم نوکرم ولی دلگیرم ازت نزدیه. نواز بی اذن من پامی شدی میومدی. آقا محسن مقصر منم. من نه دیگه خاله مردی گفتم زنی گفتم. آقا سلیم سلام امو. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا محسن همسر مرضیه جان که تعریفشو میکردم. آقا محسن بله بله نوکرم امو. بابا بابا حالت چطوره؟ خوشحالم میبینمت. حالت چطوره؟ خوبی؟ خوش اومدی. نوکر. خوش اومدی که خوشم اومد رو آمدنت. ایزار جان گرامی فدای حرف تو. بفرمایید. بفرمایید. یالله ماشاءالله سومه این مایه رو نمکش کم زدی ها. نمک خیلی خوش آمدین بچه ها. میگم لباس نظامی تنیده مگه سربازی تو؟ نه رزمندم اینجا میگن دلاور. آه دلاور. آقای دلاور میگم که کار چیه؟ من تانگ درست میکنم. تانگ؟ بله. یعنی امشهر اومدی اینجا که تانگ درست کنی؟ مگه بلدی تو؟ بله من مکانیکم. اونجا تو مشهد به میگن پنجه طلا. ماشاءالله پنجه طلا. آقای پنجه طلا ببین دخل چقدر میزنی؟ دخل چی؟ حقوقتون چقدر؟ درآمد پول؟ آن پول که من واسه پول کار نمیکنم واقعا. از آن آدم پولکی نیستم ارزیه میدونی. مگه میشه کاکا؟ خب بگو ببینم که خرج خواهش میکنم. خرج خودت روی خانم از کجا میاری؟ مرضیه جان پاشید با آقا محسن با هم دیگه برید بازار یه محسن. آره آره با خدا برین بگردیم تا جوانین به عبری میگن. من اینه نگاه نکنه یا آبادانیم یا بیبانی همی با خدا. بریم بریم. خوش آمدید. خوش آمدید. میگم آم محسن جان دوره بگرم
جای پسرم اینو کمک کن بگن که مرام دهن میکنه، میخوام با او عوضش کنم. آقا سلیم من خودم بعدن درست میکنم. بابا چی بچه ها مرزیه جان بری بابا اینو جای پسرم. نه امو آخه چیزه بزن بیرن آخه اینو میمونم. آقا سلیم نه برین بگردین برین همه جا اصلا بری قایق سواری همه چیزی با خودم رو کمرم در نکنم ولی خودم عوضش میکنم. نمیدونی که این خاله تو خیلی اکا امو کار میکشه. خدا شاهد نگاه کن محسن عزیزم این خانم تناردیه امو کار میکشه. فکر میکنم اون کوزتو ماشاءالله اون کوزتو درست کرده. آقا دستتون درد نکنید بقیه شو خودم انجام میدم. آیه سواری اینا برین هم برین تو کارون بگردین برین خود پول سیاه پول سفید چشم امو چشم میریم خوش بگذره خوش بگذره اصلا ببرم خوش آمد خیلی لوس خدا خدا خوش بگذرم پسرم یه کاری هم برای ما بکن اینو کجا نمیخواد اینو هم بعدا خودم درست کنم خالی پرش کنم بیارش نه نمیخواد بفرمایید من خودم درست کنم نه خودم میبرم آقا سلیم با اجازه فقط یه کاری کن میری اونجا این میدون بار یه گونی سیب زمینی برای ما بیار باشه چشم حالا میجام نمیخوام برای نهار باشه باشه بفرمایید چشم با اجازه رو به من گذارم خوابون آقا بلشون کن چی کار داری با این بچه ها بابا خود بیار بل کن من سرم میکنم من خودم درست میکنم با مهمان زشته خیلی خوب برو به کاره آدم مهربونیه میدونم فقط دیگه سنش بالاست کمرش هم درد میکنه دیگه شرمنده اما این که چیزی نیست من ستا مجروح با هم جا به جا ماشاءاللهتون باشه به خدا من میدونم همین الان 10 تا از این گونیا بذارم پشتتون راحت راحت میبری آره بابا آره 10 تا بله همینا بیا دستتون درد آخ زحمت کشیدی بابا دستی در نکنی دستی در نکنی دستتون درد نکنی سلام خاله خیلی ممنون خیلی ممنون نه بایست 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 خوش شدم الان درست نه نه خوبه بیا آقا محسن دستتون درد نکنی خسته نباشه نوکرم قربان دستت زحمت کشید خیلی خدا قوت مرزی بریم بله بریم آقا بفرمایید برای اون یه نفر اینا که اینجا هم هست چرا میگه بریم اون بازار رو بگیریم بیاریم اون بازار 6 ریال ارزون تره 6 ریال آقا محسن نیست همه اشکالا این کارون که میگه بریم کجاست؟ حالا اگه شد بریم که منم نمیدونم آخ زحمت کشیدی تو رو خدا دست درد نکنه مرضیه جان بیا خاله آقا محسن قربون دست بیام تو بیام تو آقا محسن برو تو بیام تو این رد میشه آره مرضیه جان بیا کمک بیا خاله واقعا شرمنده دست درد نکنه بیا بیا کنگیتان که حمله کرده آرپیجی که هم داریم دشتی کجاست؟ دشتیمون اونجا پیش بچه ها جلو چونو بگیره خب پازو کی؟ برای بچه ها و ماشین رو بیایی دم انبار بجو بی بکمیه چرا معطلید؟ برید بچه ها سریع آرپیجی رو هر جا رو بیاریم سریع بودو بده من واسه بود چی خالی نمیده گلو رو
یه دونه گوله یه میارزه به صد تا اینا. یه کاری بکنم میتونی راش بندازی. آقا ببن سری بریم. بچه ها سری تر سری تر ببن بریم. بریم قاسم به جمع قاسم به جمع. آقا جواد مراقب باشی یه داشت. اما شلا بریم به سلامت. حسن بهت مخفت میکنی باره دیگه ماشه بلد کنه خونه و نام از دامو درستش کن بچه هم نبیدار برپر میشم شما دو نفر با ما بیان شما سو نفرم برید تر کار من کدوماری دارم میرم آجی عراقی با تو باتن یا سنگرد زدم خطر پوشیده چون جان می روی پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من اندر میان جان من سرو خرامان منی سرو خرامان منی ای رونق بستان من ای رونق بستان من چون می روی بی من مرا چون می روی بی من مرا ای جان جان بی تن مرا ای جان جان بی تن مرا بس چشم من بیرون مشو بس چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من ای شعله تابان Yeah.